بسم الله الرحمن الرحیم، خوش آمدین به اخبار اقتصادی این ساعت. افغانستان روز گذشته عضویت سازمان تجارت جهانی را با عنوان 163 عضو این سازمان کسب کرد. به گفته این مسئولان، شامل شدن افغانستان در این سازمان حل مشکلات ترانسپورتی، افزایش صادرات، ازدیاد تولیدات داخلی و وصل شدن افغانستان به بازارهای بین المللی به شکل مطمئن را در پی خواهد داشت. مسافر قخندی، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان، گفت افغانستان امروز می تواند از تمام مزایای سازمان تجارت جهانی مانند 163 کشور دیگر استفاده کند. افغانستان در 17 دسامبر سال گذشته در نشست وزیران عضو سازمان تجارت جهانی در کنیا با عضویت کامل این سازمان درآمد و اعضای این سازمان 29 جولای سال 2016 را به عنوان روز نخست کار افغانستان تعیین کردند. با ترمیم و جغل اندازی 38.2 کیلومتر سرک در سمنگان، سهولت‌های زیاد در رفت و آمد بیش از 100 هزار در دو ولسوالی های این ولایت به وجود آمده است. انجینیر ضیا همایون، رئیس فواید عامه ولایت سمنگان، گفت که این پروژه از بازار شهر ایبک مرکز ولایت شروع شده و در منطقه مرکز ولسوالی خرمسارباغ ختم گردیده است. رئیس فواید عامه گفت که در ابتدا این سرک به صورت اساسی توسط وسایط ثقیل سرکسازی ترمیم، بدنه‌سازی و تحکیمات گردیده و بعداً به ضخامت 15 سانتی متر جغل اندازی شده است. همایون گفت که طول این سرک 38.2 کیلومتر و عرض آن 6 متر بوده. در مسیر آن 8 با پلچک و همچنان 3200 متر مکعب دیوار استنادی از سنگ به منظور حفاظت و جلوگیری از تخریب سرک در اثر سیلاب ها به طور اساسی و پخته اعمار شده است. مقام های وزارت احیا و انکشاف دهات در سفر به ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار کانال بزرگ تنگی تخچی را افتتاح کرده و به بهره برداری سپردند. نصیر احمد دورانی، وزیر احیا و انکشاف دهات کشور، در مراسم افتتاح این کانال گفت کار ساخت حدود 15 کیلومتر تنگی تخچی به ارزش 96 میلیون افغانی، حدود 8 کیلومتر کانال و یک سربند در دو ولسوالی گذشته در دو سال گذشته تکمیل و امروز به بهره برداری سپرده شد. آقای دورانی گفت با تکمیل این کانال بیش از 20 هزار کشاورز می توانند از یک فصل و 4 فصل زمین های خود را تحت زرع قرار داده و پس از این 75% تولیدات زراعتی در ولایت ننگرهار افزایش می یابد. گفته می شود که ساخت دیوارهای استنادی در قسمتی از کانال از تخریب سرک ننگرهار کنار جلوگیری کرده و در کنار 5400 جریب زمین زراعتی 400 جریب زمین کانال ننگرهار را نیز آبیاری می کند. برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات به زودی پایان می یابد و برنامه دیگری تحت نام میثاق شهروندی آغاز خواهد شد. اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت، می گوید قرار است در ماه اکتبر سال روان میلادی نخستین مرحله این برنامه جدید در بیشتر از 3 منطقه ولسوالی ها و قریه های کشور آغاز شود. با گفته رستمی، میثاق شهروندی اولین برنامه بین زراعتی است که نقش مردم در پروژه های انکشافی در دهات را گسترش می دهد. این در حال است که برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات در سال 2003 آغاز به کار کرده و یکی از بزرگترین برنامه های بازسازی و انکشافی دولت و جامعه جهانی به شمار می رود که در سطح ولسوالی ها و قریه ها هزاران پروژه انکشافی را با هزینه 100 میلیون دلار تطبیق کرده است. کمیسیون اقتصادی سازمان ملل در امور آمریکای لاتین و کارائیب رشد اقتصادی این منطقه را در سال جاری میلادی با روند منفی پیش بینی کردند. البته وضعیت رو به افول در اقتصاد برزیل و ونزوئلا موجب رشد منفی در این منطقه شده است. در همین حال این کمیسیون رشد اقتصادی منطقه آمریکای لاتین را در سال جاری میلادی 0.8% برآورد کرده است. مقامات این نهاد بین‌المللی اعلام کردند که روند رشد اقتصاد جهانی همچنان